سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام هم چه کوکتل تی وی و امروز اومدیم با رپ حواشی دیگه می‌خوایم بررسی کنیم حواشی چند روز اخیر رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه در ادامه درگیری‌هایی که مهدیار و خب فدایی داشتن با سایت‌های بت و خب ویدیوهایی که آقای جورجندی اگه اشتباه نکنم می‌ذاشت و این داستانا، مهدیار یه استوری دیگه گذاشت و اینو نوشت. الان دیگه قاعدتاً این جماعت شرط بندی باید خودشون خوب بدونن که کارشون نهایت فیشینگ و پولشویی برای سپاهه. ولی متأسفانه انقدر ناموفق و بی‌شرفن که نمیتونن از این رقم‌ها بگذرن. من از خودشون دیگه انتظاری ندارم، صرفاً امیدم به مردمه که آگاهشن و رکب این شیادای هنرمند نما رو نخورن. اگه هنوز نمیدونید که شبکه قمار وصله به سپاه، پیشنهاد میکنم برنامه هایی رو که ایران اینترنشنال در این باره ساخته رو تماشا کنید. اگه هنوز نمیدونید که درآمد شبکه قمار از فیشینگ و پولشویی تامین میشه، پیشنهاد میکنم مطالب صفحه وباموز رو مطالعه کنید. خب صحبت‌های مهدیار رو دیدیم، اینگونه حرفاشو زد و خب از مردم درخواست کرد که آگاه باشن و خب خیلی از این سایت‌های بت حتی این ورا اصلا وا نمیشن و یه سری اصلا داستانه عجیب غریب دارن. نمیدونیم، امیدواریم که مسیری یه جوری پیش بره که به هر حال اگه چیزی اشتباه این وسط حذف بشه. خب همونطورم که میدونید تک تکیشون هم دارن نمه نمه میگیرن، یکی فرار کرده، اون یکی هم که تحویلش دادن به اداره مهاجرت و قرار برش گردونن ایران. حالا باید ببینیم برمیگرده ایران چه اتفاقی براش میفته که اون موقع روشنتر میشه این داستانه چیه. خلاصه این بود از ته این داستانه به هر حال ملتفت و حالا مهدیار و فدایی که داشتن سر بت جدید عرفان. اما یه درگیری دیگه داشتیم، درگیری بین حسین و نیموش. و خب داستان اینجوری بود که حسین اومد یه تیک از آلبوم یادو به نظر میاد گذاشته، حالت فری استایل اجرا کرد و یه اجرای زنده‌ای بود تو ماشین و بعد از این نیموش اومد یه سری استوری گذاشته، جوابشو داد محمد سباقی که منیجر حسین هست و در نهایت دوباره خود نیموش جواب محمد سباقی رو داد، اما این دیگه به جای نرسید و همینجا تموم شد. اول با هم اجرای حسین رو می‌بینیم. به مدرد اینجا بودی پارند میکردم بفرستش برا شما دکور لاتم نیستید بدبختی چیکار کنیم با شما؟ به مولا تو فقط یه را داریم بدون خبر و صدا کاری بچینیم بکنیم دل و خالی تشم بخواد بشه کار داری. خب باز ما با پول میشوریم اشاقی میدیم نوش میکنید اشاقی یهو توش میکنیم اچاقا قبلن ها اکیپ ما گوش میباریده اچاقا بپا این ور جنگه وقت بازی پشت خط آره قشنگه دیدنی میشه اون دستی که تو فنگ سبچه یهو جلوت به قصد کونه تنگه یهو ان میشی زمین وضع بد میشه یعنی نه که حرفی بزنیم ولی یهو دیدی. بله اجرای حسین رو دیدیم. بعد از این اجرا نیموش با این استوری اینجوری واکنشیشون داد: باشه اصلا شما بزن بهادر، شما خفن، هرکول، قول دول، اصلا لات نبود تو بودی، الان که بقیه دکور لات هم نیستن شما هستی لابد. من نمیدونم واقعا بعضیا چی تو خودشون دیدن که فکر میکنن همه رو زدن. حداقل سالی کم کم چند تا ترک بده بیرون تا هواداراتو از دست ندی و خودتو آپدیت کنی تا اینکه دم از چیزی بزنی که حتی 1% بهت نمیاد باشی. والله تو ایران که بودی از دست همه فرار میکردی، حالا رفتی خارج فاز داشمشتیا رو گرفتی. آهنگم میخوای بدی بیرون فقط از صدای من استفاده میکنی توش که بیشتر شنیده شه. پس خایه‌هام سکو پرتاب پیشرفت تو بودن، تا الان چیزی نمیگفتی شیطون بلا. توی یه استوری دیگه اینجوری نوشت، استوری رو این یکیو خیلی بد نوشته بود، خیلی تو همه. ولی خب میدونی فرق من و تو چیه؟ این که من رپ تو خونمه، تو تو کونته. من محترم، تو رایم و فلو، تو مخرب یا مقلدی فقط و خیلی کارهای دیگه هم بلدم که تو کوچیکتریناش هم بلد نیستی. تنها چیزی که بلد نیستم و نبودم هیچ وقت مثل تو دروغ گفتن و سوء استفاده کردن از مخاطبه.
درسته که خیلی ساله میخونم، اما واسه شهرت و یه سری چیزا عجله ای نداشتم هیچ موقع و همه چی به وقتش فراهم میشه، یعنی زمان همه چی رو ثابت میکنه. تو یه روز اومدی و یه روزم میری، اینو مطمئن باش که یه روزی حسرت این روزا رو میخوری که هیچ کاری واسهش نکردی، چون زحمتی هم نکشیدی براش. تو و امثالت فقط مواد نگه دارنده به خودتون زدین که بوی تعفن نگیرین، وگرنه خیلی وقت تاریخ مصرفتون گذشته. و در نهایت یه استوری اینجوری گذاشته نوشینم بفرستین براش. در جواب به این محمد سباقی واکنششون داد و اینجوری نوشت: جمع کن جای دیگه پهن کن، امثال تو دیده نمیشن، برو با هم لول خودت کل کل کن، بعد از این همه سال هنوز همونجا که بودی هستی، این نشون از بیورزگیته، تو دایره کلمات ما نیستی. و در جواب به این دوباره نیموش نوشت: صدای سگات آنتن نمیده، اگه خودت زبون داری ان بخور، اینو اونو نفرست جلو. در ضمن هر کی ندونه خودت خوب میدونی کی اومده بود خایمالی واسه فیت. وصلت سر میره هر چند وقت یه بار میای یه زر بزنی، لال از دنیا نری. اگه انی نشدم پس چرا صبح تا شبت سرگرمیت کارهای منه؟ این نشون موفقیت بدون پول و رسانه و این کسشراست. شما خودت اگه ارزه داشتی بدون این چیزا دیده میشدی، نه با دوپینگ تبلیغات. و در آخرم یه استوری دیگه گذاشت نوشت: کی به کی میگه خاله بازی، دیگ به دیگ میگه کفگیر تو کونت، واسه خراب کردن تو که تلاشی لازم نیست، چون تو از اولش هم خراب بودی، تو در حد استوری و بس. در زمون تویی که هر چند وقت یه بار حوصلت سر میره تلاش میکنی واسه شنیده شدن به من گیر میدی، و یعنی که من اصلا تو اینستا نمیام و کارهای مهمتری دارم تو زندگیم تا اینکه بخوام وقتمو واسه تو بذارم اسکل و پلشت. خب این بود از این درگیری. حالا حسین که خودش چیزی نگفت، ولی خب درگیری این شکلی بود، خیلی وقت با هم درگیرن این دوتا. از اونجایی که من یادم این درگیری رو، حالا پشت صحنه نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بود، ولی یه روزی بود که نیموش اومد یه استوری گذاشت و گفتش که من بیت باکس میزدم یه روزی و حسین از رو ریتم افتاده بود و همینجوری کلکل شد و یه حسین استوری گذاشت و اینا. از اون روز به بعد همینجوری با هم درگیر بودن. حالا باید ببینیم ته این داستان به کجا کشیده میشه. یه سری استوری جالب داشتیم از سیناسایی که داشت اشاره به این میکرد که یه سری چیزها رو من گفتم و گنده های دنیا دارن میگن ببین من کیم دیگه. با هم میبینیم استوری ها رو. ببینید من اینجا چه خفنم، و این لباس و شیلد و اینا داداش اومده، فکر کردی هم جرکیه؟ من یه کاری میکنم امینه من میبینه خوشش. آیا امینه من با تیم وکیلام دارم میام ازت شکایت میکنم، انقدر از من اسکی نکن. اون از آقای زلاتان که جمله منو میگه، میگه نمیدونم من تو 50 سالگی من فیفا بازی فوتبال بازی میکنم، ما یه بار گفتیم من تو 50 سالگی من. این هم از آقای امینم. بابا من کیم؟ ببین من میگم عطر آن است که من بگویم، حالا خودتون بقیهشو بگید. استوری داشتیم از تهم کراتی که استوری کرده بود و تگش کرده بود، اونم ری استوری کرده بود، یه عکس قدیمی مال اون زمان که به هر حال لیتو تازه اومده بود تو پایدارمون، به هر حال تشکلاتی که اون موقع داشتن، و بالاش نمیشه بود وقتی که شرکت مستقل تهیه و تولید موسیقی رپ مود نبود، شاید یه تیکه داشت مینداخت به همه اونایی که ادعا دارن مستقلن، مثل پیله که به هر حال بهرام توش هست، یا ملی و حتی ملتفت. و در آخر استوری رو داشتیم از پارسالیب که نسیم پیشش بود و مثل که حالا اومده ترکیه و حالا مهمون خونشون و شاید کارهایی در آینده دارن، همونطور که میدونیم سولو جدید نسیم هم در راه و شاید همکاریایی داشته باشن، و این داستان داره نشون میده که دیگه مثل که نسیمو نخواهیم داشت تو زد بازی. این چند وقتم بچهای زد بازی هر چی عکس و اینا از زد بازی میذارن، هیچی از نسیم نیست، هر چی گرافیتی عکس ادیت هر چیزی هست، هیچ اثری از نسیم نیست و هیچکی حرفی نمیزنه، در حالی که دو سه ماه پیش سام ویلسون گفته بود نسیم هست و سر جاشه. و نمیدونیم این داستان به نظر میاد که حالا حالاها نسیم نخواهد بود و این مشکله بینشون هست، و بعد ببینیم دیگه پروژهش با پارسالیب چه جوریه. خب این بود از رپ هاوشی این چند وقته، امیدوارم که لذت برده باشید. انتقادی پیشنهادی هر چیز دارید حتما اون زیر بنویسید که سعی میکنیم به هر حال اکثرشو بخونیم. و دروغ نمیگم، بعضیا میگن همه رو نمیخونیم فلان اینا، واقعا خب نمیشه همه رو خون، ما هم مثل بقیه الکی نمیم دروغ بگیم همه رو میخونم اینا، تا جایی که بشه میخونم و معمولا انرژی میگیرم، هر وقت حالم بده میام میخونم کامنت ها رو، کلی انرژی میگیرم. دمتون گرم، مرسی به خاطر اینکه تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب و عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.